السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. عزیز من، در مورد تبریک گفتن کریسمس و عید غیر مسلمانان در خانواده های مسلمانان و بین مسلمانان و تجلیل زیره و آوردن درخت کریسمس و دکور کردن ازی در خانه یک مسلمان، اینا سوال کردن که بعضی از خانواده ها هست که ایره در خانه خود میان یک درخت میشانن و در اوجه بعضی از گروپ کار هم میشنن و میگن که هدف ما کریسمس نیست، فقط ما یک دکوریشن میکنیم. اینا پرسان کردن که در اسلام این چه حکمی دارد؟ عزیزان گرانقدر، هر دین شعائری داره، هر دین از خود قانون و کتاب داره، هر دین از خود شهرت داره. تورات و موسی علیه السلام آمد و در تورات، تورات اصیل، تمامش مسائل توحیدی بود، اما اونا این کتاب را تغییر دادن و در این کتاب بسیار چیزهایی را تحریف کردن و اینها سخنان مخلوقی را، سخنان تمام مخلوق زمین در این کتاب جا بجای کردن و سخنان خالق یکتا را اینا قطع کردند و بریدند. و همچنان انجیل برای از این آمد تا برای مردم توحید را یاد بده، تا برای مردم بفهمانه که الله یکی هست، الله واحد احد صمد است، شریک نداره، برای الله شریک نیاورید. اما انسان ها انجیل را تحریف کردند و در اینجا سخنان مخلوق را، سخنان خود انسان ها را قاطی کردند و در داخل کتاب انجیل ایرا زم کردند. یگانه کتابی که الله سبحانه و تعالی وعده کرده که خودش محافظ از این هست، قرآن کریم است. ما مسلمان هستیم، شهرت ما شهرت اسلام است، چهره ما باید چهره اسلامی باشد، لباس ما، رفتار ما، حرکات ما، سکنات ما. مردان کلیش ها را میگذارند، سبیل ها را کوتاه میکنند، زنانی که حجاب بر سر میکنند، این شهرت ظاهری یک مسلمان است. و شهرت باطنی یک مسلمان چی هست؟ شهرت باطنیش عقایدش است، عقیده هایش است، توحیدش است. هر چیزی که مخالف توحید باشه، هر چیزی که مخالف وحدانیت باشه، او در حقیقت از مسائلی هست که دین را، اسلام را، امو اسلام امو نفر را نقص میکنه. تبریک گفتن شعائر که او مربوط عید کفار است، در اسلام ای حرام است. تبریک عیدشان، عید کریسمسشان و دیگر ایاد از اینا در اسلام ای حرام است. اگر ما شما یک درخت کریسمس در خانه میاریم و یه دکور میکنیم و با یک دوست یا همسایه عیسویتان میگین که کریسمس مبارک، تبریکی برش میگین، برش میگین تبریک مبارک، تبریک یعنی مبارک، یعنی مبروک. آیا گذاشتن حضرت عیسی علیه السلام در پهلوی الله سبحانه و تعالی و الله سبحانه و تعالی را پدر عیسی علیه السلام گفتن و بی بی مریم مادر حضرت عیسی و الله سبحانه و تعالی را پدرش گفتن، توبه نعوذ بالله، که ایره در بنام ننگ تسلیس یاد میکنن، آیا این تبریکی داره؟ اگر شما میگین که چنین هست، تبریک باشه، یعنی مبارک باشه، چی؟ از این که عیسی علیه السلام پسر خداست، توبه نعوذ بالله. پس شما قداست بخشیدین، شما یک احترام به این قائل شدیم، شما این کفر را چی کردیم؟ ترویج کردیم. سبحان الله، چطور امکان داره یک مسلمان بیایه در خانه خود درخت کریسمس او دکوریشن بکنه و بگه این خاص به خاطر تزیین است؟ بسیار چیزای دیگه هم است به خاطر تزیین است، بسیار چیزای دیگه از برای تزیین است. چرا دیگه چیزا به نمیاری؟ این دوا بت سومنات خود میارن، بت ها دارن، دیگه دارن، خب بگی یک تا درم سالم جل که بگی به خاطر تزیین است.
مجسمه بودا را هم بیار در داخل خانهت بگذار، بگوی به خاطر تزئین است. به خاطر تزئین بسیار چیزایی هست که انسان میکنه، اما نخیر، اصل گپ در تزئین نیست، این شیطان است که حرام ها را به انسان بسیار زیبا جلوه میده. شرک میخواد که در قلمرو قلب انسان بکاره و میخواد که شرک اول شرک ظاهری را به او یاد بده و ای از ترفندهای شیطان است. در مورد از این ما چندین سخن دارم که صوتی های ما در آرشیف کانال تلگرام ما موجود است که چگونه شیطان پله به پله آهسته آهسته انسان را به قرقرا میکشاند و این یک تلبیس بسیار خطرناک است. اگر گوینده امی تبریکی را، امی کسی که تبریک میگه کریسمس و عید غیر مسلمان را، ای اگر عدف شدی باشه که همسایه خدا خوش بسازه یا رفیق عیسوی خدا خوش بسازه و برازو بگه که I wish you Merry Christmas، در حقیقت ای یک کار خیلی خطرناک کرده. ای یعنی سجده به صلیب، سجده به صلیب را قداست بخشیده، یعنی او را تبریکی داده و گناه ازی نزد الله سبحانه و تعالی بزرگتر از گناه قتل، بزرگتر از گناه زنا، بزرگتر از گناه شرابخوری هست. بله عزیزان گرام قدر، این گناهش بزرگتر از زنا هست، بزرگتر از قتل است. چرا؟ وقتی شما این کار را میکنید، در حقیقت شما به صلیب سجده میکنید. بسیاری کسایی است که جاهل هستند، از دین آشنایی ندارند و باید بر اونا فهمانده شود که تا مرتکب این گناه بزرگ نشن، به خاطر اینکه این گناه بسیار زشت است و بر از اونا گفته شود که این گناه آنقدر بزرگ است، آنقدر بزرگ است که کفر است، از شرابخواری و از قتل و از زنا بدتر است. تبریک گفتن عید غیر مسلمان ها حرام است عزیزان، و این در کتاب دانشمند بزرگ اسلام ابن قیم جوزی ای درباره در مبحث عقیده درد شده، ای از یکی از درس های خیلی بزرگ عقیده است، خیلی بزرگ. و اگر کسی چنین حرام را انجام میده، مرتکب چنین گناه میشد، الله سبحانه و تعالی بر از اون میگه ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر و ان تشکروا یرضى لکم، اگر شما کفران نعمت بکنید، الله سبحانه و تعالی از شما بی نیاز است، ضرورت نداره به شما و هیچ وقت کفر بندگانش را نمیپسنده. الله خوش نداره که کفر برای بندگان خود پسند بکنه. و اگر شما شکر الله سبحانه و تعالی را به جای بیارین، الله سبحانه و تعالی وقتی را میپسنده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه می فرماید که امروز دین شما را من کامل کردم، نعمت خود را به شما تمام کردم، اسلام را به عنوان یک آیین، یک دین جاودان پذیرفتم، این هم برای شما. پس وقتی که دین کامل شده و نعمت الله هم به اتمام رسیده که دین اسلام است، پس اصلا جا نداره که ما شما درخت کریسمس در خانه خود بیاریم و یا به همسایه عیسی خود بگیم که Merry Christmas to you. ای به این معنی تا کریسمس از دو لغت گرفته شده، کریسش است کرایست، کرایست یعنی حضرت عیسی علیه السلام، مسش ما مس گفته میشه اما مس است، کرایست مس، مردی که به صلیب کشیده شده و مردم جمع شده به خاطر روز تولد از او. سبحان الله، مس توده بزرگ از مردم ما نامیده. اول شما باید ریشه یابی بکنیم که کریسمس معنایش چی است. یه از دو لغت کرایست و مس گرفته شده.
باز درخت کریسمس چی معنا داره، باز دکوریشن کریسمس چی داره؟ یعنی احترام به صلیب، احترام به صلیب. و الله در قرآن چی میگه؟ بر رفعه الله. میگه عیسی را کسی نکشته، عیسی را کسی قتل نکرده علیه السلام، بلکه او را الله سبحانه و تعالی به طرف خود بالا کرد و قبل از در آخر زمان و او خروج میکنه و او میآید و با دجال جنگ میکنه و دجال از دم عیسی علیه السلام مانند نمک ذوب میشه. و این در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم درج است. در دین ما چنین عید نداریم، درخت کریسمس نداریم، ما این چنین چیزای اصلا ما نداریم. هر کس که بجز از دین اسلام یک دین دیگر بر خود انتخاب بکنه، الله سبحانه و تعالی ای را از او قبول نمیکنه و او از جمله زیانکارا هست. و این لفظ قرآن است، این کلام الله سبحانه و تعالی هست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. برای هیچ مسلمان اجابت دعوتشان به این مناسبت قابل قبول نیست، ناجایز است، حرام است، به خاطر که این عمل از تبریک گفتن به اونا بزرگتر است. چرا که مشارکت با اونا و به این خاطر تبریک گفتن با اونا یعنی تشبیه به خود کفار است. نشستن در جلسات اینا تبریک گفتن از این خیلی خطرناک است. من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی که خود به یک قوم تشبیه بکنه از اونا هست. در روز آخرت الله سبحانه و تعالی همین کسایی که در خانه خود کریسمس شاندن و اینا به خاطر عید کریسمس و اینا با این و فلان بلا کارت میخورن و سلام علیکی میکنن، دیگه الله سبحانه و تعالی اینا را با اونمو مردم یک جای محشور میکنه. مشابهت به اونا در بعض از عیادشان موجود به شادی و سرور اونا در عمل باطنشان میشن. اگر یک مسلمان در بین از اونا میره و اقدر خوشحال میشن، اقدر خوشحال میشن، میگن سعی که اینا مسلمان اتا آمده. سبحان الله، از بارگاه رب منان استدعا داریم که مسلمانان دینشان را، عزت دینشان را، شهرت دینشان را، زیبایی دینشان را اینا حفظ بکنن، کتاب مقدسشان را حفظ بکنن، عقیده و توحیدشان را حفظ بکنن و در این را الله سبحانه وتعالی بهشان ثبات بده و علی دشمنان الله سبحانه وتعالی اینا را قوی بسازه. اللهم ربنا آمین یا رب العالمین.